سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همینجا کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک رپ حواشی دیگه قراره با هم بررسی کنیم هواشی 20 تا 23 آذر ماه, ماه 1402 رو ببینیم چه خبری بوده اما قبل از هر باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم دیگه جواب نمیده به مثلا هیبا وقتی همه قولاشو زدن مثل تیتاب همه دیگه میدونن تاش بوده کیتاب 100 درصد طبیعی هم اینا سیراب کیواب بردن دیگه نیست واسه من چالش اولین اجرام اینو چند سالش جواب نمیدم به اینو امسالش تو جیبم جا میشه کل اموالش رفت شده چهار تا قافیه و یه بیت یک تو گوگل تاش دو ادیت میشینن سی بیدا میزنن سلیت راشون نمیدم ولی تو الیت صدا میشن تو عکف ترون دیگه نمیترسن محکم زندون میگی جیدا اومدن خیلی ترند من زاخار اصلیام تو روزی که زندم قدیما تو بیف تیزی تیزی ممکن بود دو نفر ویلچر برن الان رپرها اون تایلاتشون اینه که تبلیغ کنن یه فیلتر شکن سلام. اجرایی که دیدید فری استایلی بود از سهراب ام عزیز که هرچی چی میاد جلوتر من نمیدونم چرا انقدر ضعیف‌تر میشه بابا سهراب ام گفتن رپ فارسی ای گفتن یکی از نسلی که یکی از خفن ترین تاریخ ایران این چه اجراییه من نمیدونم دور و دوستش کسی اونجا نبوده اینو گوش کنه نه ریتم درستی داره نه قافیه ها درست اجرا میشه نه کلمات رو درست بیان میکنه بابا حداقل یه دو بار از روش سهراب ام من نمیدونم چرا بعضیا این کارا رو با برند خودشون میکنن بعد میان میگن درسته یه زمان سهراب ام هر کاری میکرد میترکید حالا الان اون داستان حسیانی سو کاری نداریم ولی پروژه‌ای که داره میاد یا ویدیویی که داره میاد چیزی که باید داره میاد یه کوچولو بعد اون اسم سهراب ام رو یدک بکشه و واقعا نمیدونم چی بود اصلا باش داشتیم میدیدی من دیدم بعضی از کامنت ها اینجوری بودن که حالا تو رسانه های دیگه بودن که مثلا فلانی دیدین یکی نقاشی میکشه چند ساله اینجوری بود و فکر کنم سهراب ام نیاز داره یکم تر اگه این داستان رباسش مهمه چون داره کریر خودش رو یکم مختوش میکنه به نظرم اگه این بازی واسش مهمه یا باید صفر بگیره یا نه چون اون خاطرات گذشته اون اسمش رو مخصوصا برای نسل جدید داره خراب میکنه و واقعا نمیدونم چه اجرای عجیبی بود واقعا اینم یادگاری امیر که سر گرگ دو دو تا سفارش داد یکی داد به من یکی خودش امیدوارم که مشکلش به زودی حل شه و انرژی مثبت میفرستم واسش این ویدیو هم که دیدید باز از سهراب ام جی بود و حمایتی از امیر تتلو که از امیر تتلو الان فکر کنم تقریبا یک هفته ای هست که در ایران در زندانه و خیلی هم وایسوینه ازش میاد وایس هم امروز اومد که بعضیا میگفتن اون دیگه خیلی معلوم بود فیک بود معلوم بود دارن اداشو در میارن و این حرفا ولی خب به هر حال اینم ویدئویی بود که سهراب ام جی گذشته بود و اون ترکی که با هم داشتن گورگ دو و پیرانی که عنوان یادگاری امیر تتلو بهش داده بود و آرزو موفقیتی که برای امیر تتلو کرد دوستان پشت همی رو خالی نکنید میدونم یه موقع رو صد بار دیگه هم حالتونو خوب کرده خیلی وقتا هم دردتون بوده با موزیکاش الان اصلا خوب نیست که پشتش تنها بذارید پشتش خالی کنید اه... همینجوری حمایت کنید ازش گناه داره تنهاست دست تنها سالان توی کشوری هم هست که دیگه خودتون میدونید چه خبره واسه هنرمند ارزش قائل نیستم این ویدیو هم بازی ویدیو حمایتی بود که پارسالی پندفه برای امیر تتلو داد و با هم دیدیم و بعد از اون تو تلگرامش نوشت بخشنده باشید که بزرگی هر انسانی رو نشون میده تو این شرایط امیر تتلو که امیدش به آدمای بیرونه نباید پشتش خالی کنید حکم اعدام خبری نیست ولی این یه شکیه که باعث شه حواستون پرت نشه که شبونه بکشنش بالا کمکش کنید و آدمی که مریضه نیاز به درمان داره دیدگاهتون رو عوض کنید به ماجرا یه خبر بمب حال این هفته داشتیم و اونم استفاده شدن از آهنگ مسافر یاس در یک فیلم فرانسوی بود حالا نمیتونیم ما نشون بدیم به دلایل کپی و این داستان ها منم ارو بخونم چون اسم فرانسوی شاید خیلی اشتباه بگم اسم فیلم ما فرنس یا ما فرنچ موی یه همچین چیزی هست و به کارگردانی بنوا کوهن هست که در کشور فرانسه ساخته شده و در رابطه با یک مهاجر افغانستانی این خیلی خبر بالی بود که از یک آهنگ ایرانی حالا استفاده کردن تو این داستان و جذابه دیگه گندم این چند وقته پرکار شده و یه فیرستال هم ازش دیدیم توی رپاوشی قبلی که هم واسه بچه های نسل چهار داشت شاخ و شونه میکشید و میگفت منو جدا بذارید از اینها و این داستانها آهنگش آه هم قرار این هفته منتشر بشه اما یه استوری زد و اینو نوشت ما که توبه کردیم بذار اینا برن بگن تو گوانتانامو زد و بند سنگ پیور میکردن برزو گوزو یه جا دیگه دو به زودی که میدونیم آهنگ یه جا دیگه و باگت دوتا موزیکایی هستن که از گندم قرار منتشر بشه به احتمال زیاد و خب اینجا یه تیکه هم به نظر میاد به پوری انداخت بخاطر حالا اون زد و بنده اون داستانه, داستانه و خب پوری هم قبلا گفته بود دیگه تو تیلیگ گندومی و اینها تو بیفش با سروش هیپاپولوژیس حالا نکته دیگه که هست پوریا پوتیا اومد تو چنلش گفت آقا ما این هفته کلی موزیک ویدیو اینها داریم از سیکشن 13 گفت سه تا موزیک ویدیو داریم از چهار تا رپر که خب به نظر یکیش فیت می که امروز منتشر شد آهنگ نودل بود از آدرویت و امین تی که از سیکشن 13 اومد و گفت یه خانوم هم داریم که اولین خانوم سیکشن 13 که فکر می یا آهنگ باگت یا یه جا دیگه دو از از رو ما داشته باشیم در به هر حال سیکشن 13 حالا یا شاید هم از مدگل یا سوگن داشته باشیم ولی به نظر من اونه چون به هر حال دوتا آهنگ هست که گندم گفته قراره به زودی پخش کنه یکی باگت و یکی یه جا دیگه دوی که به نظر من یکیش از سیکشن 13 میاد اما نکته جالب دیگه که بود حالا یه جا خیلی ریز به نظر میاد از بغل ایرزو جی جی رد شد چون گفت آقا ما پرکاریم فعال زیاد و این هیتایی که بهم به میدن منو چارتار میکنه همچین میخوام کار بدم و اینا که به نظر اتیکی داشت به جی جی مین داخل غیر مستقیم و گفت فردا نسل یکی داریم حالا بعضیا میگن این نسل یکی فیت ولی فکر نمیکنم چون گفت ما سه تا موزیک ویدیو داریم از چهار تا رپه و خب صد درصد یکیش فیت بود که دیدیم امروز اومد که اون فیت بود به نظر میاد یک فیت تنهاست اما بعد منتظر باشیم که پوریا پوتک با این نسل یکی یک پروژه سیکشن 13 بده که خیلی دوست دارم بدونم کی است به نظر شما کیه یه خبر بمب دیگه هم که داریم یه سری رکوردهای عجیبیه که به هر حال ایراب برکس و عرب برکس از آرتا به همراهی کوروش و ریکراس و گوچی مین داره تو اسپاتیفای از خودش نشون میده گرچه که خیلی رسانه ها تو پخش و اینا دمشون گرم خراب کردن اما باز تو اسپاتیفای داره اتفاق خوبی واسش میفته و حالا ما دیدیم که تو چارتس 50 آهنگ ترند امارات که اول شد و الان توی کانادا توی چارتس کانادا 50 آهنگ برتر هفته 27 و, هفته و تو این چند وقته بیشتر از 450 هزار بار استریم شده که خودش یه رکورد باحالیه برای ترکی که حالا داره منتشر میشه از اسپاتیفای و خیلی روی مانتلی لیسینر های و کوروش تاثیر خواهد داشت و همچنین به نظر رپ فارسی دمشون گرم امیدواریم که این اتفاقا بهتر باشه این راهی که دارن باز میکنن و همچین سنگین تر بهش ادامه بدن اما دفعه بعدی انتظار میدونن ریمیکس بگن ریمیکس دیگه که این اتفاقو و هر حال هواشی پیش نیاد خلاصه دمشون گرم یه توییت از کاگان داشتیم که احتمال فیت هیپاپولوژیس با داریوشو میبره بالا همونطور که میبینید یه نفر اومده بود توییت زده بود نوشته بود بهترین فیت دنیا میتونه فیت هیپاپولوژیس و داریوش تبهکار باشه و کاگان ریتوییت کرده بود و نوشته بود قبول دارم که وقتی آهنگساز و پرودوسر خود سروشم قبول داره به نظر میاد که حالا رابطه خوبی هم با سعید دهقان دارن به نظر میاد که این فیت اتفاق بیفته و به نظرم بشه خفن میشه موافق نیستید و در آخر برنامه امروز هم میرسیم به هواشی که حالا هواشی خبری که ترند شده بود از هیپاپولوژیست دوکی رپفا که برای دیدن دربی رفته بود که چه بازی مزخرفی بود یعنی ترین دربی دنیا 100 تا بازی کردن یه تیم 101 گل زده اون یکی 97 تا یعنی خسته نباشن یعنی به زور هر بازی یه گل میانگیم بگیریم بوده و 26 تا یکی برده 27 تا یکی برده 48 تا مساوی این وسط این بازی هم که مساوی شد حالا کار نداریم دکتر که اعلام هم کرده بود که از بچگی فن استقلاله توی آهنگش رفته بود با تیپ آبی و بادیگاردش که دست و دست هم با هم بودن به ورزشگاه آزادی و کلی عکس ازش پخش شده بود بعضی از هواداران بودن که از جهات مختلفی با دوکی عکس می‌گرفتن خلاصه اینم خبری بود که خیلی عکس‌ها امروز داشت میچرخی دوی خبر به نسبت ترندی بود که توی فضا اینستاگرام داشتیم خلاصه این بود از این برنامه سر می کنیم برنامه هواشی رو هر دو یه بار داشته باشیم به نسبت هواشی که هست حالا هواشی چجوریه دیگه دست ما نیستیه هر هواشی باشه سعی کنیم پوشش بدیم خلاصه این از اینا دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سیوسون